خب بسم الله الرحمن الرحیم. سال نوتون مبارک. ان شاء الله سال خوبی داشته باشید با برکت پربار، هم برای خودتون هم برای ان شاء الله مملکت. سال حساسی داریم. خب من برای اینکه یادتون بیاد، یعنی در باد خورد دو سه هفته، برای اینکه راجع به چی صحبت می‌کردیم، بحث ما راجع به اینترابت بود و یادتون باشه 256 تایپ مختلف داشتیم، از تایپ 0 تا تایپ 255. 256 تا اینترابت کلا میخوره که از این 256 تا بعضیاش سخت افزاری هن، بعضیاش نرم افزاری هن. مثلا اینترابت صرف 1, 2, 3, 4, 5 اینترابت های خود اینتل بود، اینترابت هایی که زیر 20 بودن تا 1F اینترابت هایی بودن که اینترابت سرویس روتینشون داخل چیه؟ بایاس نمیشه شده بود، مثل اینترابت 10 ویدیو، اینترابت 14 سریال، اینترابت 16 کیبورد و یکی دو تا ست اینترابتی که امروز یا جلسه بعد خواهیم دید. دیگه چی؟ اینترابت 20 و بعد اینترابت های او اس بودن، یکیشون اینترابت 21 بود که با توجه به اینکه قبل از انتخاب اینترابت 21 در واقع چه فانکشنی رو انتخاب می کردیم، خودش می شد چی؟ 256 حالت. پس یه سری اینترابت های چی هم داشتیم؟ سیستمی داشتیم، OSC به قول معروف داشتیم. 40 چی؟ 50 چی؟ 80 چی؟ 60 چی؟ اینا یه سری خطکشی شده، یه جاهایش واسه یوزر باز گذاشتن. بالاخره ما می خواهیم کار هاردویری کنیم. خب مثلا تایپ 2 اینترابت چی بود؟ نان ماسکبل بود. به معنی که نان ماسکبل میاد تایپ 2 اتفاق میافت. بعدش چی میشد؟ اینم یه ذره بریم عقب. خاطرتون باشه وقتی که اینترابت میومد، وارد اینترابت ابتدا فلک ها پوش می شد، فلک اینترابت و کلیر می شد، حالا چی؟ کد سگمنت و آی پی پوش می شدن. چرا؟ برای اینکه اینترابت سرویس روتین از نوع فار بود، یادتون باشه یه نوع نیر داشتیم یه نوع فار داشتیم، اینترابت سرویس روتین همیشه از نوع فاره. بعد می رفتیم سراغ اولین خط آدرس که کجا قرار گرفته بود؟ کجا بود؟ بسته به اینکه چه تایپی بود، ابتدا می رفتیم به چهار برابر اون تایپ، کد سگمنت و آی پی رو اونجا قرار داده بودیم، اون دوتا رو می داشتیم کنار هم، می شد آدرس اینجا. حالا دوباره بهش می رسیم، اینترابت سرویستون رو انجام می دیم، بازگشت از اینترابت هرچی که تو استکه برمیگردوند سر جاش، و با اینکه فلک ها رو برمیگردوندیم در واقع فلیپ فلاف اینتراپتمون هرچی بود همون میشد. پس مثل 8 بیتیا لازم نبود یه خورده مونده به اینجا ما ای آی رو بذاریم، درسته؟ توی 16 بیتی همون به مثل که برمیگرده، اگر اینجا به جای ای آی ست اینتراپت رو گذاشته بودیم، بنابراین که برمیگشتیم همون وضعیت اتفاق میافتاد. پس برای هر تایپی 4 بایت در نظر گرفته شده بود، به همین علت تایپ 2 که نان ماسکبله، بنابراین که پالس رو نان ماسکبل میاد اتوماتیک میرفتیم به 4 ضرب در 2 8 و 9 و حالا آب یا 10 و 11 در این دوتا آدرس، در این ورد آی پی، در اینجا کد سگمنت قرار گرفته بود، اینا به هم میچسبیدن و اون عد انجام میشد. آدرس فیزیک شروع اینتراپ سرویس روتین چی بود؟ نان ماسکبل. چجوری میرفتیم این دوتا عدد رو اینجا میگذاشتیم یا اینجا رو، اینجا که صفر میکردیم با این دوتا خط، مثلا یک نرم افزار بد دیویژن نوشته بودیم که قبل از سال خاطرتون باشه تمرینشو با هم مرور کردیم،
یه نرم افزار بد دیویژن تقسیم بر صفری بود، سگمنتشو میذاشتیم توی 2 و 3 چون این که صفره، و آی پی آفستشو میذاشتیم اینجا. در واقع ماییم که میریم آدرس اینتراب سرویسوزی که نوشتیم رو میکاریم در 4 ضرب در تایپ. مثلا میگیم اینتراپت 16 اینتراپت کیبورده، به معنی اینکه اینتراپت 16 رو صدا کنیم اینجا که قبلش یه سری مقدمات داره، چه اتفاقی میفته؟ میریم در 4 ضرب در 16 آی پی و کد سگمنتی قرار گرفته که ما رو میبره به اینتراپ سرویس روتین مربوط به کیبورد. این اینتراپ سرویس روتین کجاست؟ با توجه به این شماره این در یک نقطه در بایاس قرار گرفته. مثلا این آدرس هست FE20400. مثلا این آدرس شروع اینتراپ سرویس روتین باخت بایاس دیگه، اون تایی پروم دیگه. پس ما در 4 ضرب در 16 اینجا عدد 4000 و اینجا هم عدد FE20 رو کی اومده قرار داده؟ اول وقتی که سیستم داشت بالا می آمد خود بایاس اومده اینو برای ما چکار کرده؟ قرار داد. چون اینتراپ 16 که ما ننوشتیم، اینتراپ سرویس روتین است که داخل بایاسه. بایاس چی بود؟ روی مادربورد یه سی پیو داریم و یک برنامه ای این تو نشسته همیشگی به نام بیسیک اینپوت آتپوت سیستم که روی ایپرومه. این برنامه قسمتی از این برنامه اینه. پس آدرس شروع اینتراپ سرویس روتین رو موقعی که سیستم داره میاد بالا خودش اومده در 16 ضرب در 4 یه جای این پایین ها چا کرده قرار داده. بایاس آخرای ایپرومه دیگه، برای اینکه وقتی که ایپروممون این حافظه‌مون بود دیگه، درسته؟ این آدرس چی بود؟ پس گفتیم ایپروم این پایینه، رم این بالاست، بایاس این آخر است. خب تا اینجا یادتون اومد؟ پس صحبت از یک اینتراپ وکتور تیبلیه که 1 کیلوبایت اول حافظه رمه. چرا 1 کیلوبایت؟ برای اینکه 256 تا اینتراپ داریم، هر کدومشون 4 تا بایت میخوان دیگه، هر کدوم 4 تا بایت میخوان میشه 1 کیلوبایت. مثلا اینتراپ 60 اطلاعاتش در 4 ضرب در 60 نوشته شده، یا ما میذاریم یا سیستم میاد اینا رو قرار میده که به مسی که اینتراپت مثلا نان ماسکبل اومد اتوماتیک بریم به اینتراپ سرویس روتین و برگردیم به برنامه اصلی. خب تا اینجا سوالی؟ این اینجا این چیه؟ این یه قسمتی از این حافظه است دیگه. یه آدرس فیزیک میخواد. برای اینکه آدرس فیزیک رو ما انتخاب بکنیم باید آدرس آی پی و کد سگمنت رو داشته باشیم هر دوتا رو. اینو 4 تا به سمت چپ شیفت بدیم با هم جمع کنیم که آدرس فیزیک به دست بیاد. اونم که میگم کد سگمنت میشه آدرس شروع سگمنت جدید. چرا آی پی سگمنت جدید کجاست؟ سگمنت جدید کجاست؟ سابقه چه برای اینتراپ داشت؟ اون کجاست؟
خیلی خوب، کجاست؟ فیزیکی کجاست؟ ما وقتی که تقسیم بر صفر رو انجام دادیم، این نرم افزار بد دیویژن کجاست؟ این آدرسش که وقتی اینترابت صفر شد بریم سراغش. باید رفته باشیم این دوتا رو خودمون ریخته باشیم دیگه. یعنی این هم که کار رو چرا فقط سگمنت بعد دیگه رو نمیتونیم که صفر 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 دو حالا آکیو صفر کنیم. خب ممکنه آفسدش صفر نباشه، ممکنه هر عددی باشه. حالا میتونه صفر باشه، میتونم نباشه، هر جای حافظه. من از رو کلی داریم صحبت میکنیم، هر کجای حافظه که باشه باید بشه شروع کرد. خب معمولا صفره برای که اولشه، ولی میتونه هر آدرسی باشه. خب این نرم افزار رو قبلا دیدیم، به معنی که تقسیم بر صفر انجام میشد اتوماتیک اینترابت صفر انجام میشد، خاطرتون باشه. و یک مثالی هم بود از چی؟ مودولار پروگرامینگ. خب اینو قبل از سال دیدیم دیگه، وقت روش نمیگذاریم. اینم که قبل از سال دیدیم بکنم رسیده بودیم اینجا، اینم حل کردیم. حالا به اصطلاح مثال دیگه ای رو میخواییم تو همون راستا ببینیم که ذهنمون ریفرش بشه داشتیم چیکار میکردیم. یه سی پیو داریم، یه اسکی کیبورد داریم. اسکی کیبورد فرقش با کیبورد های معمولی، اسکی کیبورد تو صنعت به کار میره بیشتر، فرقش اینه داخل کیبورد یا سی پیو هست بالاخره، درسته؟ این کیبورد هر جور باشه آخرش به صورت ماتریسیه، یادتون هست دیگه، پیدا میکنیم کدوم کلید زده شده. اسکی کیبورد کارش اینه که کلید زده شده رو پیدا میکنه، از طریق دیتا میفرسته، همراه باش یک سیگنال استراب رو میفرسته. یعنی اینجا دیتا رو میفرسته، دیتا چیه؟ کد اسکی حرفی که زده شده. برای اینکه به گیرنده بگه کی دیتا وریده، همراه باش یه سیگنال استراب هم میفرسته. حالا گیرنده با توجه به هاردورش یا روی این پیشونی یا روی این لول این اطلاعات رو لچ میکنه، درسته؟ میگیره. خب یک کلید زده شده، این کلید رو بردیم توی پورت یکی از پورت ها، حالا باید میخواد FFF8 میشه پورت I855 که این وسط گذاشتیم. از این استرابش هم آوردیم برعکس کردیم، پس میشه یه پالسی این تی پی رفته به نان ماسکبل. پس هر وقت این ترابت نان ماسکبل بیاد یعنی چی؟ یعنی یک کلید اینجاست، برو بخون دیگه، درسته؟ Main line of program to read character from a keyboard. در این برنامه اصلی interrupt رو initialize میکنیم، interrupt table رو با آدرس هایی که داره، port FFF8 استفاده شده، register هایی که استفاده شده، procedure ها، link main line, object bit فلا. این هم ماله برمیش. یه data segmenti، یه تعریف کردیم data segmenti، تعریف کردیم که اسمش data است. ASCII string 100 تا، قرار 100 تا کلید رو بخونیم. ASCII pointer offset ASCII string آدرس شروعشه. character count 100 تا character، کیدان 0. هر وقت 100 تا کلید خوندیم یا فلگی است یکش میکنیم. پس یه سری متغیر اینجا داریم که احتمالاً توسط نرم افزار استفاده شده.
باز مثال سومی است که فکر میکنم داریم بهش میرسیم. اگر شما موبایل بذاری کنار، مثال سومی است که داریم بهش میرسیم که مودولار پروگرامینگه. استکم که مثل همیشه تعریف کردیم، پابلیک، این سه تا متغیر، اسکی پوینتر، کاراکتر کانت، کیدان. دقت کنید، اسکی پوینتر، کاراکتر کانت، کیدان. از این چهار تا متغیر، این سه تا متغیر جای دیگه در مدول دیگه داره استفاده میشه. پس ما پابلیک تعریفش میکنیم، کیبورد یک نرم افزاری است که اینجا نیست، جای دیگه باید دنبالش بگردیم. اینجا یه سوال باید میکردید، من تا چون سه هفته فاصله افتاده ممکنه سوال به ذهنتون نرسه. همین سوال. خب توی مثال قبلی ما وقتی میگفتیم کیبورد دو نقطه فار اکسترن، میگفتیم چی؟ میگفتیم بد دیویژن. مثال قبل از ای چی بود؟ میگفتیم بد دیویژن. حالا بعدم میخونید، بخور دیگه هم میبینیم. دو نقطه فار اکسترن، بعد میگفتیم اینجا نیست، کجاست؟ در یک جاییست به نام پروسیجور هیر، یعنی گراش هم میدادیم، درسته؟ هم میگفتیم اینجا نیست، هم میگفتیم جای دیگه تو چه سگمنتیه. ولی اینجا نگفتیم. یه بار برگردیم ببینیم قبلا چی میگفتیم. ببینیم مثال دفعه قبل رو باز یه سری متغیر تعریف کرده بودیم، سگمنت تعریف کردیم، میگیم از این متغیرها بد دیویژن فلگ، یادتون هست دیگه، چون اینو میخواستیم اگر تقسیم درست بود که هیچی، اگر تقسیم غلط بود اینو یکش میکردیم تو اینتراب سرویس روتینمون دیگه، درسته؟ پس بد دیویژن فلگ کو پابلیک تعریفش میکردیم، نرم افزاری داریم، ساب روتین داریم به نام بد دیویژن اکسترن، اینجا دنبالش نگرد، جای دیگه ای دنبالش بگرد در سگمنتی به نام اینتراب پروسیجور. خب بعد می رفتیم جلو، برنامه مونو می نوشتیم، دقیق کنیم اسم برنامه مون کد بود، برنامه اصلی بون. بعد که ساب روتین مونو صدا می کردیم، بعد دیویژن فلگ رو اکسترن می کردیم، اینجا نیست، در سگمنت دیگه ایست به نام دیتا، پابلیک بعد دیویژن اینجاست. حالا همون اینتراب پروسیجوره اینجا بود دیگه، که پروسیجوره بعد دیویژن اینجا شروع می شد. خب یادتون اومد کما بیش. خب حالا مثال چی بود؟ مثال این بود که هر وقت کلید اومد یا اینتراب بده. می خواهیم اینتراب سرویس روتین رو در یک مدول فرعی بنویسیم. خب از اول ببینیم، چهار تا متغیر تعریف کردیم و استک، که از این متغیرها سه تاش پابلیکه. داریم میگیم که یه خورده بریم پایین تر، یک ساب روتینی به نام کیبورد داریم می‌نویسیم، یک اینتراب سرویس روتینی به نام کیبورد می‌نویسیم، که به محض اینکه اینترابت نان ماسکبل اومد به چی بریم؟ به 4 ضرب در 2 آفست اینو گذاشتیم و 4 ضرب در 2 به علاوه 2 سگمنتش رو گذاشتیم. این همون 4 خط کلاسیکی است که همیشه می‌نویسیم. پس در واقع توی این اینتراب وکتور تیبل تو آدرس 8 9 A و B IP و کد سگمنت نان ماسکبل رو نوشتیم. پس یک سابروتینی به نام کیبورد رو در مدول دیگه داریم تعریف میکنیم. اینجا میگیم کیبورد اکسترنه، اینجا دوبارش نگرد، ما تا نگفتیم داخل چیه، داخل چه سگمنتیه. یه سوال، چرا نگفتیم؟
بریم جلوتر بعدا ببینیم دلیلش چی. برنامه رو شروع میکنیم، برنامه اصلی هستیم. اینم اولی برنامه، اینم که کیبورد رو آدرسش رو ریختیم این تو، اینم برنامه اصلیمون، مدول اصلیمون. حالا بریم مدول فرعیمون رو که کیبورده بنویسیم. سه تا متغیر اسکی پوینتر که ورد بود، کرکتر کان که بایت بود و کیدان که بایت بود، این سه تا متغیر اینجا نیست، در داخل سگمنت دیگه است به نام دیتا. کیبورد که اینجا داریم می‌نویسیم اینجاست. کد سگمنت پابلیک کیبورد پروسیجر فار. برنامه این که در واقع آیا همه کاراکترها رو خوندیم یا نخوندیم. اگه همه کاراکترها رو خوندیم که برو بیرون، اگر نخوندیم برو از پورت آ، این پورت آس دیگه، بخون با 7F اندش کن، چون اسکی کیبورد 7 بیتیه 128 تای اوله، بریزش تو این تیبل، یکی به اسکی پوینتر اضافه کنیم برای دفعه بعد، یکی از این 100 تا کم کنیم اگر کموم نشده که تموم نشده، و الا فلگ رو یک کنیم که دیگه تموم شد کارمون، 100 تا کلید رو خوندیم بریم بیرون، وگرنه هنوز نخوندیم. برو از اینترابت بیایم بیرون، اینم اند، جلوش هیچی نیست، یک اینترابت سرویس روتین است که در داخل مدول فرعی نوشته شد. خب برمیگردم یه بار دیگه از اول، دور دوم با هم بریم جلو. صورت مسئله چیه؟ به مثل اینکه کلیدی زده بشه، اینترابت نان ماسکبل اجرا میشه. به مثل که اینترابت نان ماسکبل چون تایپش بای دیفالت 2ه، اتوماتیک میریم به 4 ضرب در 2. خودمون در 4 ضرب در 2 یه آدرسی رو کاشتیم که اون آدرس شروع اینتراب سرویس روتینه، میره کرکتر رو میخونه، هر کاری که گفتیم انجام میده، برمیگردیم سر جا. اینتراب سرویس روتینمون رو در مدول فرعی نوشتیم، پورت آی 855 هم تو این آدرسه. خب یه بار دیگه متغیرامون چیه؟ از کسی 100 تا کرکتر میخواییم بخونیم، این آدرس شروعشه، اینم کانتمونه، اینم یه فلگیست که 100 تا کلید رو خوندیم یا نخوندیم. استک از این 4 تا متغیر 3 تاش در مدول فرعی استفاده میشه، پس اسکی پوینتر و کاراکتر کانت و کیدان استفاده میشه. کیبورد سابروتین است به نام فار، اینجا نیست، جای دیگه است. خب من یواش میرم ببینیم جواب این سوال رو خودتون میتونید بگید. سوال این بود که مثل دو تا مثال قبل، مثال قبلش هم بعدا نگاه کنین، همین حالت بود. مثل دو تا مثال قبل وقتی میگیم این سابروتین اینجا نیست، ضمناً میگفتیم تو کدوم سگمنته، اس گرای سگمنت رو میدادیم، اینجا ندادیم. چرا؟ من یواش میرم ببینم به جواب میرسید. کیبورد دو نقطه فار اکسترن، برنامه شروع میشه به نام کد، تأکید میکنم، میایم انجام میدیم، میایم سابروتینی به نام کیبورد رو که اینجا نیست رو، آدرسش سگمنت و آفستش رو خودمون در 4 ضرب در 2 قرار میدیم، آماده بشه وقتی این اینترابت اومد بریم به اینجا. اینم برنامه ببخشید. سلام، خوبی شما؟ خواهش من، من کلاسم، من 12 به بعد بهتون زنگ میزنم. خوبانتون خلاص. این شد برنامه اصلی. خوب نگاه کنید، چون به این جواب سوالو برم صفحه بعد دیگه باید پیدا کنید. دیتا این سه تا متغیر که نوع ورد و بایتن رو معرفی کردیم، کیبورد نوع پابلیک، داریم میگیم برنامه‌مون رو چون برنامه اصلی ما اسمش رو گذاشتیم کد، تو برنامه اصلی مدول اصلی سابروتینمون هم اسمش کده، دیگه لازم نبود این کارو بکنیم، دوتاش یه اسمه، تو مثال قبلی دوتاش یک اسم نبود، به همین دلیل دو
داره هم میچسبونه اول کدوم رو میدونیست بسید کدوم این وقتی میخواد لیمکه اینا رو هم بچسبونه توی کود سیگمنت اول برمشتر میزه و پایینش میدونید انگار از اول شما رو همه رو توی این مدول نوشته بودی. خب پس این شد که اسم اینم کده، سابروتین کیبورد رو که اینجا هست و جایی دیگه دنبالش رو می نویسیم. اینم الگوریتممون که دیگه چیز خاصی نداره. دو تاشون توی کد میتونستیم بنویسیم. یعنی فرض کنید من یه نفری این کار رو میخواستم بکنم، تو همون سگمنت اصلی اینتراب سرویس روتین مینوشتم، چون اینتراب سرویس روتینه هر چند تو همون سگمنت مجبور بودم فار بنویسیم. خب حالا اومدیم تقسیم کردیم، میگیم اینتراب سرویس روتینه شما بنویس، برنامه رو دو نصف کردیم بین دو نفر، یه نفر برنامه اصلی رو نوشته یه نفر ثابتی، با هم توافق کردیم هر دو تا اسم برنامه رو بذاریم کد. مشکلی که پیش نمیاد، مثل این میمونه که از اول خودمون همشو نوشته بودیم. اگر از اول خودمون همشو نوشته بودیم توی یه سگمنت نوشته بودیم باز جلوی کیبورد فار میدونشتیم، بازم فار مینوشتیم چون اینتراب سرویس روتینه، چون اینتراب سرویس روتینه که هم آی پی و هم کد سگمنتشو میبره تو استک میذاشت. دیدید اول بخوره پیش درست تو فار توی نیر فقط آی پی میرفت، ولی تو اینتراب سرویس روتین هر اینتراب سرویس روتینی که می‌نویسیم آی پی و کد سگمنتش می‌بره، در نتیجه اینتراب سرویس روتین فاره ولی اینکه توی سگمنت نوشته بشه. خب حالا بریم سراغ چیفی به نام 8259. و بریم ببینیم توی داخل پی سی قسمتی از هاردویر پی سی رو ببینیم چه خبره. اول از همه یک چیپی به نام 8059 یا PIC Priority Interrupt Controller قرار داده شده، اینتل به اصطلاح ابداع کرد که بسیار کار یوزر رو ساده کرد برای بستن هاردویر و نوشتن سافت. این چیه؟ این اگه سی پی یو رو اینجا قرار بدیم این همون اینترابته که به سی پی یو میره و اینتراپ اکنالجی است که از سی پی یو میاد بیرون. پشت سر این باعث میشه که ما 8 تا اینتراپ رو چک کنیم، 8 تا اینتراپ سخت افزاری رو بتونیم از این یه خط بیاریم داخل سی پی یو. سی پی یو 3 تا سیم بیشتر، 3 تا پین بیشتر نداشت واسه اینتراپ دیگه. نان ماسکبل اینتراپ و خروجی اینتراپ اکنالجی. نال ماسکبل که یه مبدعه، فقط یه اتفاق رو اعلام میکنه مثل قطع برق. ورودی اینترابته که از یه خط ما 8 تا اینترابت هاردوری رو داریم میبریم تو. چجوری این بفهمه کی بوده اینترابت داده؟ حالا همین صورت مسئله ما همینه، یه اینتراب اکنالجی میاد، اینتراب اکنالج میاد از این میپرسه از این 8 تا ورودی کی بوده اینترابت داده، این باید به ما پاسخ بده. پس ما 8 تا ورودی داریم 0 1 2 3 7 که بای دیفالت هر چی میایم پایین تر چی میشه؟ اینتراپت کم، پرایورتی کم میشه. یعنی اینتراپت 0 بالاترین ارجحیت داره، هر چی میایم پایین تر کم میشه. این حالت کلاسیکشه. خب توی مادربورد 8053، البته اینجا وقتی بشه 80 میشه 8054، یک همچین چیپی داریم که این فرکانس رفته تو. این فرکانس هم با این ریزکاری دلیل داره، 1.19318 رفته به هر 3 تا ورودی. این چیپ هم دیگه انشالله خوب میشست. 3 تا خروجی داره، خروجی 2 رفته به بلنگو، بلنگوی پی سی مونو از خروجی 2 میگیریم همیشه. خروجی 1 هم کار دیگه انجام میشه، برسیم بعد صحبت میکنیم. خروجی 0 اومده رفته به ورودی 0 8059، همیشه تا ابد همینه، طراحی روز اول تا ابد همینه. این شکل فقط غلطه،
پس ببینید 853 مثلا خروجی آت صفرش میاد به اینتراپ ریکوست صفر 859 مثلا اینتراپ ریکوست یک حالا اینو بعدا میبینیم بس شده به کیبورد هر کدوم از اینا به یه اتفاقی بس شده سپایرل پورت، سریال پورت، هارد اون زمان چون هنوز بود فلاپی و پرینتر و اینها اینجا یک همچین پالس میاد درستش یه همچین پالسیه هر 55 میلی ثانیه یک بار یه همچین پالسی میاد این مد 2 853 بود هر 55 میلی ثانیه یه بار یه اینتراپ میاد حالا با بقیهش فعلا کاری نداریم 859 که روی مادربورد نشسته یه خورده بعد میبینیم ما میتونیم این 859 رو طوری پروگرام کنیم که بهش بگیم تایپت از چی شروع میشه این هم یواش یواش یادمون بمونه تایپ 859 روی پی سی از 8 شروع میشه خب این همیشه فیکسه پس از آدرس 8 از اون 256 تا دو مال اینتراپت نان ماسکبل بود از 8 تا F اینتراپت های چی هن؟ سخت افزاری هست مجدد تایپ 8 مثلا تایپ 9 کیبورده به من از که کلید زده میشه اینتراپت 9 فعال میشه یعنی تایپ 9 فعال میشه خب پس یک این تایپ هاشو اون 8 چجوری این 8 رو پروگرام میکنیم و یه خورده بعد میبینیم پس هر کدوم از 859 کلی پروگرامینگ دارن یکی از پروگرامینگ هایی که ما انجام میدیم بهش میگیم تو از چه تایپی به بعد شروع میشی مثلا اینجا رو بذاریم 60 میشه 60 تا 67 بذاریم 64 میشه 64 تا 60 و چند بذاریم 70 میشه 70 تا 77 پس شروع میگیم هر آدرسی هم که بذاریم دیگه همه به هم چسبیدن پشت سر هم 8 تایپ آدرس رو به خودشون میگیرن چی؟ هدف الان میرسه میشه یه هدف خوبی داره که الان ازش ما میخواییم با من یوزر استفاده کنیم خب الان به هدف میرسیم تایپ یک یعنی تایپ 9 ورودی یک وصل میشه به کیبورد ورودی 2 آزاده که بعد میفهمیم یعنی چی ورودی 3 و ورودی 4 وصل شدن به سریال پورت دو تا سریال پورت اینجا اینتراپ تاشون میاد ورودی 5 وصل شده به حالا بهتر بود اینا میگفتیم هارد دیسک روز اول هارد دیسک بود ورودی 6 فلاپی دیسک ورودی 7 هم پرینتر پس ما اینو فلاپی دیسکش کنیم روی ایتی هست که این یه خورده تغییر کرد که اونم بعد میبینیم پس هر کدوم از این ورودی ها از نظر هاردوری به یک اجزای مادربورد وصل شد حالا سوال که شد همینه هر 85 میلی ثانیه یه بار یه پالسی میاد پس هر 88 میلی ثانیه یه بار ما وارد یک اینتراپ سرویس روتین میشیم دیگه یه اینتراپ سرویس روتینی اون پشت گذاشته شده که آدرس اون اینتراپ سرویس روتینی تو کجا گذاشتیم؟ در 4.8 کی گذاشته؟ خود بایاس چون این جزء هاردوره خب سراغ سوال شماست به چه درد بخوره به در چه اتفاقی میفته؟ پس هر 55 میلی ثانیه یه بار یک اینتراپ سرویس روتینی صدا زده میشه هست دیگه و میایم بیرون تو این اینتراپ سرویس روتین یه سری اتفاقاتی
لازمه یه سری کارهای ریفرش تایمینگ برای دیوایس های مختلف داخل برای انجام میدیم. برنامه N خطه، ما با اون کاری نداریم. اینکه سیستم از این قضیه چه استفاده ای میکنه رو واردش نمیشیم. نه ریفرش رم نه، مثل تایمینگ های هست مال هد هارد و مال چیزهای دیگر آنجام. دو تا اتفاق این تو میفته که از این دو تا اتفاق ما یوزری که بیرون هستیم میخوایم استفاده کنیم. اتفاق اول اینه که هر بار که وارد اینتراب سرویس تو میشیم یک رجیستر 32 بیتی اون تو قرار داده یکی بهش اضافه میشه. پس الان اگر محتواش 4ه کی میشه 5؟ 55 میلی ثانیه بعد. کی میشه 6؟ 55 میلی ثانیه بعد. درست شد؟ این رجیستر 32 بیتی در اختیار ماست، هر لحظه که خواستیم میتونیم بخونیم توش چنده، هر لحظه هم که خواستیم میتونیم توش بنویسیم بگیم چی شو صفر شو، از حالا به بعد به من بگو چند تا 55 میلی ثانیه گذاشت. این یه نکته. یه نکته دیگه هم اینه که یه اینترابتی آخر اینتراب سرویس روتین اضافه صدا میشه، یعنی هر 55 میلی ثانیه یه بار یه اینتراب سرویس روتینی صدا میشه، پس به نام اینتراب یک سی اصطلاحاً بهش میگن تایمر تیک. میریم به 4 ضرب در یک سی، یه آدرسی خودش گذاشته، خود سیستم گذاشته، میریم به این اینتراب سرویس روتینی که از اینجا تا اینجا هیچی توش نیست برمیگردیم. هر 55 میلی ثانیه یه اینتراب سرویس روتینی صدا زده میشه که هیچ کار نمی کنه، توش ویده، خالیه. به چه درد میخوره؟ سوال بد اینه، اینم به چه درد میخوره؟ ما میخواییم، بقیه شکایی نداریم، از این دوتا خاصیت استفاده کنیم. یعنی ما یه پروگرامر از این به بعد میتونیم از این دوتا ویژگی استفاده کنیم، یکی از این، یکم از این، که دوتاشو الان بریم باز کنیم. این رجیستر 32 بیتی رو وسط قضیه است، وسط پروگرامینگ، هر چه وقت که دلمون خواست بخونیم میتونیم بخونیمش. اون رجیستر وقتی بخونیمش در DX3X منعکس میشه، DX LSP 3X MSP. چجوری؟ کافیه میخوایم لود کنیم، دقت کنید براش، میخوایم اینو لود کنیم، میخوایم بذاریم همه رو بذاریم صفر، تو DX میذاریم صفر، تو 3X میذاریم صفر. فانکشن یک اینترابت یک آ، یک آ اسمش هست تایم آف دی، اینترابت یک آ تایم آف دی. حالا بعد میگم چرا اسمش اینه. پس ما میتونیم هر لحظه که خواستیم این رجیستر 32 بیتی رو لود کنیم، هر لحظه هم که خواستیم رجیستر 32 بیتی رو بخونیم، دوباره تو همون رجیسترها منعکس میشه. با چی؟ با فانکشن صفر اینترابت همون یک آ. تا اینجا درست؟ حالا به چه درد میخوره؟ به این درد. با یک توش مینوشتیم، با صفر میخوندیمش. خب حالا از این خاصیت ما بخوایم استفاده کنیم، یه بار دیگه این برنامه رو نگاه کنیم ببینیم داره چیکار میکنه. در واقع شما یه برنامه نرم افزاری نوشتید که n times 55 میلی ثانیه براتون دیلی داره ایجاد میکنه. الان توی این مثال خاص 10 تا 55 میلی ثانیه داره دیلی استفاده میکنه، 550 میلی ثانیه دیلی. پس به عنوان یک تایمر دیلی میشه استفاده کرد. چجوری این اتفاق افتاد؟ 10 رو گذاشتیم تو BX، آیش رو میذاریم صفر، اینترابت یک آ، آیشه بذاریم صرف اینترابت یک آ، چی بود؟ اینو میخونیمش دیگه، یه چیز رفت DX، یه چیز رفت 3X. فرض کنیم برای اینکه ساده باشه 3X صفره، DX هم مثلا 5، فرض کنیم 5، پس الان DX 5، این هم صفره. خب بعد 10 رو به 5 اضافه میکنیم، پس الان به X میشه چند؟
میشه 15. حالا یه بار دیگه اینو میخونیم، دوباره اومد توی یه چیز دیگه. این 5 بود، درسته؟ 5 هم با 10 جمع کردیم شد 15، این رفت توی به ایکس. یه بار دیگه اینو میخونیم، چه عددی این تو لود میشه دوباره؟ یه خورده این بالا که خوندیم، اینجا که خوندیم، این دوتا عدد لود شد دیگه، فرض کردیم 0 و 5 باشه، با این جمع کردیم 15 رو گذاشتیم تو به ایکس. دوباره اینجا میایم یه بار دیگه اینو میخونیم، الان چه عددهای این تو لود میشن؟ همین عدد ها دیگه، برای اینکه چیزی نگذشته زمان، چند میکروثانیه بیشتر نگذشته. خب مقایسه میکنیم به ایکس و با دی ایکس، دی ایکس چنده؟ 5. به ایکس چنده؟ 15. اگر نیست بیافت تو لوپ، هم تو تو لوپیم، هم تو تو لوپیم. که این میشه 6؟ 55 میلی ثانیه بعد. که این میشه 7؟ که این میشه 15؟ 10 تا 55 میلی ثانیه بعد. پس یه لوپ درست کردیم n تا 55 میلی ثانیه. تا اینجا درست؟ خب برگردیم به این مثال دوم. هر 55 میلی ثانیه بار یه اینترابتی میاد، وارد یک اینترابت سرویس روتینی میشیم که آدرسش در 4.8 سیستم قرار داده که این باشه، یک رجیستر 32 بیتی رو مرتب آپدیت میکنه، یکی بهش اضافه میکنه، دو یک اینتراپ سرویس روتین خالی رو صدا میکنه. درست شد؟ راستای اینه دیگه، درسته؟ هر 55 میلی ثانیه یه بار میایم این تو یک اینترابتی رو صدا میزنیم، میریم به 4.1C یه آدرسی قرار دادیم، تو اون آدرس یه سابروتینی نوشتیم که تو اون سابروتین چی نیست، میریم برمیگردیم. خب حالا میخوام ببینم چجوری از این ویژگی میتونیم استفاده کنیم. روی مانیتور یه جمله ای نوشتیم، یک سوالی داریم از یوزر میکنیم، یادتون هست دیگه با اینترابت 21 می نوشتیم. حالا از یوزر منتظریم یه عدد بگه، میگیم یه عدد بین 0 و 9 بگو، بنویس yes، بنویس no. حالا برای سادگی بگیم دنبال منتظر یه حرفیم. با عنوان مثال میخوایم ببینیم یوزر آیا حرف آ رو میگه آ یا نمیگه آ. برامون حرف آ، حرف ایکس، حرف وای، حرف ان، هر حرفی، اون حرف برامون مهمه. خب میخوای بریم چک کنیم ببینیم یوزر حرفی رو زد یا نزد، نمیخوایم تو لوپ بی خودی بیافتیم، میخوایم هر 55 میلی ثانیه یه بار بریم چک کنیم ببینیم کلیدی یوزر زده یا نزده، و اگر زده کلید آ هست یا نیست.
پس یک برنامه‌ای می‌خوایم بنویسیم، یک اینتراب سرویس روتینی می‌خوایم بنویسیم که ببینیم اصلاً کلیدی زده شده یا نشده. اگر نه که اصلاً بریم بیرون. اگر شده کلید آ هست یا نه. اگر نه بریم بیرون. اگر آره حالا هر کار که بعداً می‌بینیم باید انجام بدیم. می‌خوام اینو بنویسیم دیگه. خب بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که بیایم بگیم که حالا که یه اینتراب سرویس روتین مفت و مجانی ما اینجا داریم که هر 55 میلی ثانیه صدا زده میشه، بیایم من اینا با پریم میمیسم که با قبلیه چیز تو این آدرس نشسته، بیایم این آدرس رو بذاریم اینجا از این به بعد چه اتفاقی میفته؟ از این به بعد هر 55 میلی ثانیه نرم افزار ما صدا زده میشه. خیلی چیز خوبیه. کارمون که تموم شد برگردیم سرش. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید ابتدا این وکتورهای قدیمی رو کد سگمنت آی پی رو چیکارش کنیم؟ یه جایی سیوش کنیم قبل از اینکه اینا جاش بنویسیم. چرا؟ برای اینکه دوباره برگردیم سر جاش دیگه کارمون تموم شد. دو اصطلاح میگن ریدایرکت کردن. ریدایرکت وکتورهای جدید رو توش بریزیم، یعنی آی پی پریم و کد سگمنت آدرس رو بذاریم اینجا. هر وقت کارمون تموم شد وکتورهای قبلی رو برگردیم سر جاش. این که دست ما نیست، این تو ایپروم داخل پی سی نوشته شده. خالیه برای این که برای همین برای این که هیچ کار نکنه، برای این که وقت تلف نکنه بره و برگرده که به ما بگه اینو خالی اینجا برات گذاشتم، اینو هیچ کارش نمیتونی بکنی، ولی میتونی منحرف کنی، ریدایرکت کنی، میتونی اینتراب رو ریدایرکت کنی به اون اینتراب سرویس روتین خودت. کارت که تموم شد برگردون سر جاش، دوباره همون کار واید رو انجام بده. آها نه، یه چیزی خیلی مهمی رو، سوال خوبیه، یه سوال نکته مهمی رو باید اینجا فرق بذاریم باشه. اینتراب ریکوست صفر هر 55 میلی ثانیه بار اینتراب میاد، درسته؟ اینم اینتراب، اینم اینتراب اکنالج، اینم چی؟ اینم سی پیو. داستانش مشخصه. هر وقت کلیدی زده میشه اینجا چیه؟ اینتراب میاد. تایپ این چنده؟ تایپ این چیه؟ نه. پس هر وقت کلیدی زده میشه ما میریم به 4 ضرب در 9 در 4 ضرب در 9 کلید یه اینتراب سرویس روتین نشسته مازمال سیستمه، کلید زده شده را در بافر قرار میده. کلیدی که زدید، شما کلید آ رو زدید، این آ رو میذارید تو بافر،
تمام. کارش اینه هر وقت که اینتراپ ما بخوایم، ما به عنوان یوزر یا پروگرامر که اینجا نشستیم بخوایم نخوایم، این داره کار خودش رو سیستم انجام میده. یه موقع از شما میگید که، یا از شما میگم برو ببین کلیدی زده شده یا نشده. این که برو ببین کلیدی زده شده یا نشده میشه اینترابت 16. اینترابت 16 هم کیبورده، اینترابت 9 هم تایپی صحبت میکنم کیبورده. اینترابت 9 هاردوریه، هر وقت کلید زده شد اتوماتیک میریم در 4 ضرب در 9 میریم چیکار میکنیم؟ کلید رو میگیریم میذاریم سر جاش توی بافری. اینترابت 16 که الان میبینیم چیه؟ میگیم برو ببین کلیدی زده شده یا نشده، اگه کلیدی زده شده آه به چیه؟ فرقش فهمید؟ اینترابت 16 اینترابت نرم افزاری کیبورد، اینترابت تایپ 9 اینترابت سخت افزاری کیبورد. یه حافظه یه بافریه که شما تون میزنین، درسته؟ این بافر همطور آ به س د همطور مینویسه، منطقه بافر حلقویه. اگر سیستم به دلیلی حالا نیاد بخونه، کلیده اولیه رو کلیده جدید رو کلیده قبلی نوشته میشه. پس یکی میذاره همینطور یعنی یک دوتا پوینتر داریم، یکی میذاره یکی برمیداره، تو تا از هم نباد رچ. حالا یه تولز خوبی برای ما گذاشته شده به نام اینترابت 16 که الان ببینید. ببین هر چی ما میریم بالاتر، منظور از بالاتر از سخت افزار، سخت افزار لایه پایینه، بعد یه لایه بالاترش بایاس نرم افزار، یه لایه بالاترش او اس، یه لایه بالاترش ما این پروگرامری. خب 4 لایه است. هر چقدر شما بیاید پایینتر به سیستم نزدیک میشید خیلی باید برید ریز شید. هر چقدر میایید لایه‌های بالاتر راحت یه خورده برای کار و برای یوزر عادی داره راحت میکنه. پس ما لایه‌های بالاتر هم باید بدونیم چیه، لازم شد بریم پایین، لازم نباشه نریم. مثال شد یه اسلاید در مورد سریال زده بودم که بعد دو سه فصل بعد خواهیم دید. ببینید اینترابت 9 کلید رو میره میذاره یه جای خاص، اینترابت 16 میره به همونجا ما راجع میکنه ببینید کلید هست یا نیست. یه جاست دیگه، نه اینترابت 16 دست شماست، نرم افزاریه. هر بار کلید زده شد اینترابت 9 هاردوری کلید رو برمیداره میذاره تو بافر. میشه SMS بیاد نمیشه. میتونید شما توی اینترابت 4 ضرب در 9 اون تو همه کار بکنید که وقتی شد SMS بزنه فلان کنه و همه خبر بده، ولی اون برنامه نوشته شده توی هاردویر اون پایین دست ما بهش نمیرسه، درسته؟ حتی به محتوای اینترابت 16 هم دست ما نمیرسه. ما فقط برنامه‌ای که خودمون یوزر میتونیم بنویسیم در اختیار ماست. این سیستما تو ایپروم چی شده؟ نوشته شده. فقط ما باید یاد بگیریم از اینا استفاده کنیم. نمیتونید شما برید اینترابت 16 رو عوض کنید. اینترابت سرویس روتین اینترابت 16 رو نمیتونید برید عوض کنید. برنامه‌ایه که تو بایاسه. مگر یه ورژن دیگه بایاس بیاد، یه پی سی فروش دیگه، یه ورژن دیگه بایاس بیاد، چی کار می‌کنید؟ این برنامه ما یوزری، ما لایه بالا. حالا به ما یوزر میگه که میتونی از اینایی که بهت دادم از اینا استفاده کنی. یه سری تولز داره به ما میده. یه سری از این تولزا اینترابت های نرم افزاری هست. مثلا اینترابت 16. اینترابت 16 کیبورد در اختیار ماست، میگه الان میبینیم. اینجوری که بهت میگم برو استفاده کن تا بتونی کلیدا رو بخونی. اون پایین داره کار خودشو میکنه هاردوری. کلید زده شده رو میذاره تو بافر. شما پروگرامر این امکانه بهت میده یه خورده ترتمیزتر و جالبتر بتونی بری ببینی چه خبره. وقتی که اون اینترابت نو پولیس بافر بعد بهتشون نکنی بخونیم مثلا چند تا پولیتر رو بشور بشور باشیم. خب ببینید گفتم دو تا پوینتره، یه پوینتری میذاره مثلا آ ب س. الان شما یه پوینتر قرارداد نوشتن تو بافره، یه کلید خوندن، خوندنی رو آ وایساده، هنوز شما نیومدی بخونی. الان کلید دی رو شما میزنی میاد اینجا نوشته میشه، نمیاد اینجا نوشته بشه، ولی میخوای بخونی پوینتر خوندنت اینجاست. خودش میره بعد آ رو که خوندی میره پایین.
یه پوینتر مال خوندن، یه پوینتر مال نوشتنه. گفتم این دو تا نباید هم دیگه رد کنن و هم میرزه. خب اینا ببرم جلو، باز سوالاتتون رو بعدا بکنید، خیلی چیزا مشخص میشه. پس یه بار دیگه صورت مسئله رو ببینیم چی شد. یه اینترابتی 55 میلی ثانیه بار صدا زده میشد که هیچ اتفاقی نمیافتاد. صورت مسئله که به ما یا پروگرامر گفته شده، گفته برو برنامه‌ای بنویس که بله ببینه کلید زده شده یا نه، اگر نه که هیچی، اگر آره ببین اون کلید مشخص فلان هست یا نه، اگر آره آره، اگر نه هم که بیا بیرون. این سابروتین رو 55 میلی ثانیه بار صدا زده بشود، چیکار کنیم این اتفاق بیافته؟ کافیه سر نخ این رو بذاریم، این کافیه اینو قطع کنیم، اینو وصل کنیم، پس از اینجا به بعد این اتفاق میفته. هر وقتی کارمون تموم شد دوباره ارتباط رو برقرار میکنیم، برگرده همون سر جای خودش. خب این آباد بیاد زیر این آقای خود دو تا قرار شد که وکتورهای قدیمی رو ما یه جا سیف کنیم. اولد وکتور آفست رو یه ورد براش انتخاب میکنیم، اولد وکتور سگمنت هم یعنی برای این سی اس هم یه جا انتخاب میکنیم، یه کی پرس فلگ هم میذاریم، یه فلگ هم میذاریم که اون کلید آ زده شد یا نشد. هدف ما این بود که ببینیم کلید آ ایکس وای ان زده شد یا نشد. استک سگمنت هم تعریف میکنیم مثل قبل، اسم برنامه اون کد اسیوم فلان فلان فلان، اونم اولای برنامه، نه هنوز اول برنامه نه. یه نکته خوبی هم تو این مثال هست که باز یا سوال کنید زودتر یا نشکرید بعد من میگم. سابروتین اینجا داریم، اسم این سابروتین هست چک پرس. چک کن ببین کلید زده شده نه. اسم این سابروتینی که ما میخواییم منحرف بشه بره کار ما انجام بشه، نرم افزار سابروتین ما 55 میلی ثانیه زده بشه. چک پرس پروسیجور فار، دقت کنید اینترابت 16 اینجا داریم، اینترابت 16 هم یاد میگیریم. نکته هاش هم اینجا بود، بذار من یه بار بذارم دور دوم این تیپ سوال ها رو بپرسید، برای همین باید یکی دو سوال باید بیاد ازتون. حالا اینا فعلا جوابتون باشه تا برسید. فانکشن یک اینترابت 16 اینه، اصلا کلیدی زده شده نه، هیچ کلید زده نشد تو بافر هم هیچی نیست دیگه، اون پوینتر اون بالاست. اگر کلیدی زده نشه یعنی فلگ زد اکتیو میشه، اگر اکتیو نشده باشه که هیچی، برو بیرون و الا برو به چک کاراکتر. فانکشن صفر اینترابت 16 کاراکتر زده شده رو کد اسکیشو میریزه تو چی؟ آل. پس فانکشن یک اینترابت 16 چک میکنه کلید زده شده یا نشده، فلگ زد رو اکتیو میکنه. فانکشن صفر اینترابت 16 حالا که متوجه شدیم، مطمئن شدیم کلید زده شده، چک میکنیم کلید آ هست یا نیست. اگر کلید آ نیست که باز برو بیرون، برو بیرون و الا اون فلگه رو بکن یک. هدف این بود دیگه بفهمیم کلید آ یا نیست. دقت کنید چک پرس پروسیجور فار، چک پرس اند پروسیجور. حالا برنامه اصلی شروع میشه. استارت. در واقع نکته اینجا بود که ما ساب روتینمونو، حالا فاریانیرش بماند، ساب روتینمون رو قبل از برنامه اصلی هم میشد بنویسیم. درست. استارت. دیتا سگمنت رو بذار اینجا، استک سگمنت رو بذار، استک پوینتر رو بذار اینجا. خب. آیکس هم فعلا بذار صفر. تا ببینیم چه خبره. یک سیف اولد وکتور. اولد وکتور چی بود؟ آی پی و کد سگمنتی که ما رو می برد به این خالیه.
ES 2.70. 70 از کجا اومد؟ یک 30 ضرب 4 میشه 70. خب برو ES هم چقدر صفره. برو اینجا، پس این الان این آدرس اینجا در واقع 70 و 71، اینجا واقعا 72 73 آدرس فیزیک. برو تو آدرس 70 اینو ورش دار، یعنی آی پی رو ورش دار، بذار اولد وکتور آفست که قبلا تو دیتا سگمنت جاشو پیشبینی کرده بودیم. برو با آدرس 72 و 73 کد سگمنت رو بردار بذار اینجا. پس تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا وکتورهای اصلی رو یه جایی گذاشتیم که بعداً بتونیم برشون گردونیم سر جاش. دو ستاب نیو وکتور. بعد چیکار کنیم؟ وکتورهای جدید رو، یعنی این کد سگمنت پریم و آی پی پریم رو بیاریم بذاریم اینجا. حالا به این میرسم. آفست چک پرس رو بذار تو اینجا، سگمنت چک پرس هم بذار به اینجا. پس اینجا لود شد. خب حالا اگر دقت کنین این یه قانون از این بابت، ما اومدیم بالاییه رو عوض کردیم، هنوز نتونستیم پایینه رو عوض کنیم، یه اینترابت بیاد به کجا میره؟ معلومه دیگه به کجا میره. کد سگمنت مال یکی، آی پی مال یکی، به یه آدرس نامعلوم میره. پس هر وقت وکتوری رو میخوایم لود کنیم اینترابت درش میبندیم. دقت کنین کلیر اینترابت تموم شد کارمون، ست اینترابت میشه قانون. هر وقت وکتوری هایی رو میخوایم پر کنیم حتما اینترابت رو اجازه ندیم این وسط ها بیاد. خب حالا wait for key pressed. صورت مسئله این بود که وایسیم اینجا، حالا توی این مثال خاص، تا موقعی که فلگ صفره تو این لوپیم. کی فلگ یک میشه؟ هر وقت کلید فقط آزده شده دیگه. تموم شد، کلید آزده شد. حالا اینجا وقتی کلید آزده شد اینجا میخوایم با اون کلید آچکا کنیم، حالا این برنامه رو کاری باش نداریم، اینجا چند خط برنامه است، کارمون تموم شد. باید اینا رو برگردانیم سر جاش، اولد وکتور رو و نیو وکتور رو برگردیم، چون دوباره داریم وکتور رو مینویسیم. موقعی که میخوندیم مشکل نبود، موقعی که میخوایم دوباره ریستور کنیم اینتراپ رو میبندیم. یه بار دیگه از اول بیام تا اون نکات ریز رو ببینید. خب یک فلگ تعریف کردیم، اولد وکتور آفست و اولد وکتور سگمنت تعریف کردیم برای اینکه وکتورها رو سیو کنیم. اینم که استک بود. کد سگمنت اسیوم رو میگیم. اینجا میتونیم بذاریم استارت، برنامه رو شروع کنیم. میتونیم هم مثل این سابروتین رو شروع کنیم. چرا سابروتینمون، سوالی که چند قبل هم پرسیده بود، سوال شو، چرا سابروتینمون که داخل همین سگمنت داره نوشته میشه فاره؟ برای اینکه اینتراپ سرویس روتینه. اینتراپ سرویس روتین حتی اگر داخل همون سگمنت هم به روش نیر نوشته بشه باید فار طرف میشه، چون اینتراپ سرویس روتینه. چون اینتراپ سرویس روتین تا میامد آی پی کد سگمنت میرفت تو استک و ریترن، یادتون هست دیگه ما دو تا ریترن داشتیم، ریترن از نیر آی پی رو برمیگردون، ریترن از فار آی پی و کد سگمنت رو برمیگردون. این ریترن از اینترابت دو تا ورد رو برمیگردونه. پس باید اینترابت سرویس روتین همیشه فار تعریف بشه ولو اینکه داخل همون سگمنت به روش نیر نوشته شد. نه، اگر این نبود، آی نبود، اسمبلر از این بالا که میاد، آها فار هم بذارید، یعنی نیر هم باشه فار بذارید، خب میشه. ولی دارید سه تا کلاک نمیشن، خود وقت خودمون رو پیش خودی طرف میکنید. همه هنر این بود که نیر بشه که صرفه جویی کنیم. آره، وگرنه اسمبلر فار تبدیل میکنه، ریترنش هم فار، یعنی مثل فار برخورد میکنه ولی کار
احمقانی، چون وقت طلب کردیم. یک با فانکشن یک اینترابت 16 نگاه میکنیم ببینیم کلیدی زدیم یا نزدیم. دو این کلید رو چک میکنیم، حالا که ببینیم کلید آ هست یا نیست. اگر نیست که بریم بیرون، اگر کلید آ هست فلگ رو میکنیم. یک که میگیم کلید زده شد. تو این به چند دقیقه پیش هم میگه این برنامه این کجاست؟ روی بایاسه، روی ایپرومه، روی مادربورده. دست ما نیست که بتونیم اون تو چیزی بذاریم. این برنامه کجاست که ما نوشتیم؟ رو رمه. پس این تیبل ها کجاست؟ این تیبل هم رو رمه. پس تیبل رو تونستیم ریدایرکت کنیم. پس ما اومدیم اولد وکتورا رو سیف کردیم، بعد رفتیم نیو وکتورا رو لود کردیم، اینترابت رو بستیم، منتظر شدیم کلید زده شد، دوباره اولد وکتورا رو ریستور کردیم، اینترابت رو بستیم و اومدیم بیرون. یه چیزی که تو این برنامه نویسی قشنگ نبود چی بود؟ همین عدد 70 بود. باید میشستیم کنار حساب میکردیم با دست، 4 ضرب در 1 میشه چی؟ 70. حالا اگه با 70 نخواهیم کار داشته باشیم چیکار کنیم؟ میشه از فانکشن 35 اینترابت 21 استفاده کرد. فانکشن 35 اینترابت 21، خود اینترابت 21 یک گله است دیگه، یه عالم فانکشن. فانکشن 35 اینترابت 21 کارش چیه؟ عدد 35 میذاریم تو IH، 1C رو میذاریم تو IL، اینترابت 21 خودش میره وکتورایی رو که ما از قبلا تو BX و ES گذاشتیم تو اینجا قرار میده. دیگه اینجا خودش خود سابروتین میره 4 ضرب در 1 رو حساب میکنه. ما با 70 کاری نداریم، ما فقط همون چی گذاشتیم؟ 1C رو گذاشتیم. اون وریش هم مهم نیست. خب حالا بریم سراغ خود 1C. هر 55 میلی ثانیه بار وارد اینتراپ سرویس روتینی میشیم که داخل اون اینتراپ سرویس روتین اینتراپ 1C صدا زده شده که میره هیچ کار نمیکنه. بنابراین این امکان در اختیار ما هست که به هر برنامه‌ای که دلمون خواست که 55 میلی ثانیه بار صدا زده بشه ریدایرکتش کنیم. خب حالا میخوایم بریم سراغ 8059 که پرایورتی اینترابت کنترلره. 8 تا ورودی داره. حالا اینا رو از این ور دیگه می‌بینیم. 8 تا ورودی داره که هر کدوم از اینا به یک پریفرال وصل میشه. سمت چپ طبق روش قبلیمون سی پی یو نشسته، به دیتاباس وصل میشه. مثل 8055 یه چیپ دیگه. رید، رایت، چیپ سلکت، آ0، اینترابت و اینترابت اکنالج. این دو تاری که نگاه میکنیم معنیش اینه که خب هر کجای آیو مپ که میخواد میتونه بشینه. یه خط آدرس داره، آصف فقط بهش وصله. یعنی چی؟ یعنی فقط دو تا آدرس رو تو آیو مپ اشغال میکنه، درسته؟ یه پینی هم داره SPN که بعد میبینیم چیه. این هم 3 تا خطه، کاسکید 0 و کاسکید 1 و کاسکید 2. این هم بعد خواهیم دید چیه. یه 3 تا خطه که دو طرف هست. آی او دیگه مثل 855 میشه 853. یه آی او اسمش فانکشنش هندل کردن اینترابت. باش علا جانم اون تو کلاسم جانم بابا نه یه رو دیگه بیست باش. خب خب همطور که صحبت شد پرایوریتی از بالا به پایین کم میشه. چیپ در این حال سادگی چیپ بسیار پیچیده ایه، توانمندی خیلی زیادی داره.
وقتی دیتا شیت های اینتل رو حالا با هم میریم جلو میخونید، خودش توصیه میکنه از قابلیت های مختلف این خیلی استفاده نکنید مگر خیلی حرفه‌ای باشید، چون خیلی راحت کار میتونه پیچیده بشه. بلاک دیاگرامش اینه، از این طرف به دیتا باس وصله، رید رایت لوجیک میتونیم توی یه آدرسی قرارش بدیم، کاسکید بافر، این چهار تا پینی که هنوز نمیدونیم چیه فعلا من ازش میگذرم، این طرف ها بریم یه اینتراپ و یه اینتراپ اکنالج، اینتراپ به سمت سی پیو، اینتراپ اکنالج بار البته از سی پیو میاد، چهار تا باکس اینجا داریم، باکس اول اسمش هست اینتراپ ریکوست رجیستر IRR، هشتا ورودی میاد اینجا، این هشتا ورودی میان لچ میشن. پس پالسی اگه ما داشته باشیم با عرض بسیار کم هم اینجا نگرانی نداریم. قبلا این نگرانی بود که اگه پالس خیلی میاد ما اینتراپ رو اینجا هم ببینیم و اینجا ببینیم میتونیم اینتراپ رو نیده باشیم، درسته؟ اینجا در واقع لچ میشه و دو تا امکان به ما میده، روی پیشونی حساس باشه یا روی لول، میتونیم با سافر پروگرام کنیم هر هشتا با هم، نه تک به تک، هر هشتا با هم اج تریگر باشن یا لول تریگر باشن. خب میاد آخر اینتراپ ریکوست رجیستر، یک رجیستری داریم به نام اینتراپ ماسک رجیستر که اینتراپ ماسک رجیستر در واقع با پروگرام کردن این میتونیم این هشتا ورودی رو آن و آف کنیم، کدوماش ماسک بشن کدوماش آن ماسک بشن، ماسک یعنی دیزیبل، آن ماسک یعنی انیبل. خب بس ما میتونیم روی این هشتا ورودی بگیم فقط 0 و 1 و 2 و 3 اینتراپ بده، 4 تا 7 کورشه، هر کدومی که بخوایم ببندیم هر کدومی که بخوایم باز کنیم توسط این انجام میدیم. ولی اون درسته میتونیم انجام میدیم که الان میبینیم به چه ترتیبه. هشتا ورودی اومد اینجا هم لچ شد، مثلا ورودی 2 اومده، ورودی 4 اومده، ورودی 6 اومده. خب پرایورتی چیو میگه؟ یه بابا این وسط نشسته، قاضی به نام پرایورتی ریزولور، مشکل دعوای این هشتا ورودی رو حل میکنه، نوبت کیه؟ این وقتی که پرایورتی ریزولور وقتی دید حداقل یه دونه یک اینجاست، وقتی سیستم روشن میشه همه اینا صفرن، 8 تا صفر ما اینجا داریم، 8 تا صفر یعنی چی؟ یعنی هیچ خبری نیست، حداقل یکی از اینا که یک شد اینتراپت میاد به سمت سی پی یو، سی پی یو به شرطی که اینتراپ رو بفهمد، شرطش چیه؟ ست اینتراپ گذاشته باشیم اون فلیپ فلاپ یک شده باشه، وگرنه وقتی اینتراپت فهمید، سی پی یو فهمید اینتراپت هست، اینتراپت اکنالج میفرسته، اینتراپ اکنالج رو دو بار میفرسته، پالس اول اینتراپ اکنالج و پالس دوم اینتراپ اکنالج، با پالس اول اینتراپ اکنالج این در رو میبنده یه لحظه، هر کی اومده تو نگاه میکنه، مثلا ممکنه اینتراپ ریکوست سه اینتراپ داده، همه این جریان ها به کار افتاده، تا این بره و تا این بیاد اینتراپ ریکوست یک اومده، الان چی داریم؟ الان دو تا یک داریم، روز اول اینجور بود دیگه. این باعث شده بود اینتراپ بده، اینتراپ ریکوست فلان مثلا، حالا تا این میره و بیاد اینم الان چند تا ریکوست پشت داره؟ دو تا. مهم نیست که اینتراپ اینیشیت کرده، در این لحظه ای که کات میکنه در رو اینجا رو میبنده برای یه لحظه دیگه، نمیتونه کسی یه لحظه بیاد، نگاه میکنه بین این دو تا کی اجایدش بالاتره؟ نظر ارتفاعی، نظر مرتبه ای، این اجایدش از این بالاتره، این رو ردش میکنه، متا این از بین چیه؟ نمیره، تو حافظه مونده. پس این پرایورتی ریزولور این رو رد میکنه در رجیستر دیگه ای، ISR اینتراپ سرویس رجیستر. پس این میاد از این بافر رد میشه در یک رجیستر دیگه ای که تو این رجیستر هم در لحظه اول 8 تا 0 نشسته، بعد این از اینجا پاک میشه
میاد اینجا. یعنی چی؟ یعنی الان داریم به کی سرویس میدیم؟ به اینتراب ریکوست یک. کی پشت در اینتراب ریکوست سه؟ مفهومش اینه. پس این نظر بلوک دیاگرامی. حالا یه خورده بریم بیشتر داخل سیستم ببینیم چه این هاردویر چیکار میکنه. حالا به پارس دوم میرسم. محل نذاشتیم، نه محل گذاشتیم، گفتیم منتظر بمون وقتی نوبتت شد. از بین نرفت. ببین این پاک شد اومد اینجا، این الان میشه صفر ولی این موند. وقتی که ما تو سیکل اینتراب سرویس روش میبرم که اینتراب که یک انجام دادیم بعد برنامه داره انجام میشه، این تراب ریکوست یک رو میریم انجام میدیم، تموم شد، بعد سه رو انجام میدیم. اون که تموم شد برمیگردیم، دوباره برمیگردیم این تراب سرویس سه رو انجام. سه که از بین نرفتیم. هنوز یه خورده بذار من یه خورده برم جلوتر، یه خورده سوال الان زیاده، یه خورده برم جلوتر خیلی از سوالتون جواب داده میشه. چند دقیقه بریم جلو. حالا اینا رو خورده بازش کنیم. این اینتراب ریکوست رجیستر، این پرایوریتی ریزولور، اینم اینتراب سرویس رجیستر. 8 تا ورودی داریم. البته این اندا و این نندا و اینا عملا داخل اینه. همه الان صفرن. اینتراب ماسک رجیستر دقت کنین چیه؟ هر چی اینجا ما صفر بذاریم یعنی اجازه دادیم اینتراب چیه؟ رد چیه؟ هر چی که یک بذاریم یعنی اینتراب تو کور کردیم. پس اگر گذاشتیم صفر 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 یک 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 یعنی چی؟ یعنی اینتراب ریکوست صفر دو سه صفر یک دو سه رد بشن، چهار تا هفت چی؟ کاتش. منظور اینه دیگه. پس اینتراب ماسک رجیستر این عدد رو باید بتونیم پروگرام کنیم، توش بنویسیم. یه همچین داستانی ورودیه، این تو هم یه لچه که فعلا لحظه اول همه صفره. حالا به اینجا خواهیم رسید. فکر میکنم حالا انیمیشنی ببینیم. یک رجیستری داریم به نام ICW2 که جلسه بعد بیشتر بازش میکنیم. Initialization Command Word. عددی که این تو بنویسیم شروع تایپه، مثل مادر ورد. اگه اینجا بنویسم 8 یعنی تایپ این 8، تایپ این 9، تایپ این آ، تایپ این ب، تایپ این هم چیه؟ F. همونی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم. اگه این تو بنویسیم 70 یعنی 70 71 تا 77، مشخص میکنیم تایپ از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. اینجا فرض کنیم تو این مثال عدد 8 رو نوشتیم، همون شبیه پی سی. پس تایپ این 8، تایپ این 9، تایپ این هم F. یه پالس میاد روی اینتراب ریکوست 1، چون اجازه شو داده این میاد اینجا چی میشه؟ لچ میشه. این نگاه میکنه میبینه حداقل یه تغییر کرد. کی تغییر داد اصلا مهم نیست، حداقل از این 8 تا یکیش تغییر کرد. و نکته مهم، آیا وقتی اینتراب ریکوست 1 سرویس داده از خودش گنده تر کیه؟ اینتراب ریکوست 0 دیگه به نظر پرایتی. آیا اون در حال سرویس دادن یا نه؟ اگه در حال سرویس دادن هست این نره اونو قطع کنه. پس یه چک میکنه، اینو نگاه میکنه، یه چک هم میبره، میبینه اینتراب ریکوست صفرم صفره، یعنی سیستم به حال سرویس دادن به کسی نیست. اینتراب رو میفرست. پالس اول اینتراب اکنالج میاد. با پالس اول که اومد این صفر رو
منتقلش میکنه به اینجا. بسید جوابش دادیم دیگه، این از بین نرفت دیگه، اومد اینجا، حالا میخوایم سرویس بهش بدیم، هیچ کی دیگه هم نیست. خب حالا باید به سی پی یو بگیم چه تایپی این توه؟ نه. پس یه عدد اینجا گذاشته، تایپ شروع با جایگاه این جمع میشه، جایگاه این صفر، جایگاه این یک، جایگاه این دو، جایگاه این هفته، یعنی هفت باید با هشت جمع بشه تا بشه تایپ این. پس این با پالس دوم اینتراب اکنالج اون میاد با این جمع میشه، میشه نه. نه میره به سمت چی؟ سی پیو. پس بعد از پالس دوم اینتراب اکنالج یک اپسیلون بعد هر عددی رو روی دیتا باس دتکت کرد، فرض بر اینه که چیه؟ تایپه، به چار ضرب در اون جامپ میکنه الاخر باشد. میره به چار ضرب در نه، چون این نهه کیبورد دیگه، میره به چار ضرب در نه، در چار ضرب در نه یه جاییست که خود بایاس اومده آدرس گذاشته، میریم به اینتراب سرویسون کیبورد، کلید طرف رو میخونیم، میذاریم تو اون بافر، میاییم بیرون. تا اینجا درست؟ یه خورده قلق داره. خب منتظر این سوال قبل از سوال شما. بله نه. خب حالا وسط الان تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من اینم بگم وقتی اون تمام. ببینید اینتراپ ریکوست یک اومد، رفتیم به چهار ضرب در نه چون تایپش نهه، در اینجا آی پی و کد سگمنتی است که این نها با هم جمع میشه، میریم به یک اینتراپ سرویس روتینی مربوط به تایپ نه. تا اینجا درست؟ این وسط ها دوباره اینتراپ ریکوست یک خودش اینتراپ میده، خب این نگاه میکنه کی پشت دره؟ یک. به کی داره سرویس میده؟ یک. اجازه نمیده خودش به خودش اینتراپ بده، پس اصلا اینتراپ رو نیفرسته. خب ولی کلید بعدی اینجا میمونه، یعنی چی؟ یعنی این که تموم شد این یکی شروع میشه. خب حالا سوال دیگه، اگر این یک تبدیل به صرف نشه تا ابد هیچ وقت دیگه اینتراپ یک انجام نمیشه، درسته؟ کی میاد این یک رو صفر کنه؟ خودمون پروگرامر. آخر اینتراپ سرویس روتین دو خط برنامه می نویسیم که این بیت یک رو در ISR صفرش کنیم. لوریش توی پی سی میگن عدد 20 رو بریز تو آدرس 20. انشالله جلسه بعد بازش کن. بفهم.